سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن آفتابی با شما عزیزان خواهم بود. در ساعت پیش رو میپردازیم در تفسیر خبر به مهمترین خبرها در عرصه داخلی ایران و نیز عرصه منطقه‌ای و بین المللی، آنچه را که مربوط به ایران و مردم ایران می شود. در عرصه داخلی مردم پایتخت ایران همچنان با مشکل کمبود آب روبرو هستند. آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی با وعده‌های برق و آب مجانی آمد، اما اکنون مردم پایتخت آب آشامیدنی در اختیار ندارند و کشاورزی فعلا در کرمان از سوی دولت آقای روحانی ممنوع شده است. و در عرصه منطقه‌ای سیاست‌های حکومت اسلامی ایران و آنچه که در عراق می‌گذرد، به ویژه در ارتباط با داعش، چرا حکومت ایران را به کنفرانس جده و کنفرانس پاریس در ارتباط با اوضاع عراق دعوت نکردند؟ در آستانه تشکیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسن روحانی و هیئت پرجمعیت خود همراه او به نیویورک می روند. چه هزینه هایی برای مردم ایران دارد سفر آقای حسن روحانی و چه هزینه هایی پیش از او برای ایران داشته است و مردم ایران سفرهای پرهزینه محمود احمدی نژاد و بقیه رؤسای جمهوری ولایت فقی. و خبرهای دیگر در ارتباط با ایران و مردم ایران. در نیمه نخست برنامه با من و شما هستند آقای رضا تقی‌زاده در گلاسکو اسکاتلند، که همراه ایشون نظری هم خواهیم داشت به همه پرسی امروز درباره استقلال اسکاتلند. تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز در گلاسکو اسکاتلند، سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به بینندگان شما. آقای تقی‌زاده، قبل از اینکه به تهران و حوالی تهران بریم، گلاسکو امروز شاهد انتخابات بود مثل بقیه بخش‌های اسکاتلند. درباره استقلال آیا جدا بشویم از انگلستان، بریتانیا، یا همچنان متحد بمانیم اسکاتلند؟ ارزیابی شما رو میشنویم. بر چه موازینی مردم اسکاتلند تصمیم میگیرن برای این کار؟ امروز شهر ما شهر آرومی است. حوزه های رأی‌گیری از ساعت 7 صبح باز شده و تا 10 شب به وقت محلی باز خواهد بود و به نظر میرسه میزان درصد شرکت کنندگان نسبت به کسانی که حق رأی دارن بسیار بسیار بالاست. شاید یک رکورد تازه در میزان رأی دادن باشه، ولی به نوع شگفت‌انگیزی حوزه های رایدهی آرام و شلوغی و صف خاصی اینجا ها دیده نمیشه. این نشون میده وقتی بعضی از کشورها قصد دارن میزان مشارکت در انتخابات رو هیجان زده بکنند و بزرگ نشون بدن، صفهای مصنوعی رو چطور درست میکنن. کشور ما شاید یکی از این نمونه هاست. منظور ایرانه که وقتی انتخابات بخصوص رئیس جمهوری هست و رژیم میخواد نشون بده که میزان مشارکت بالاست، صفهای طولانی درست میکنن جلوی حوزه های رأی، در حالی که با یک نظم متناسب و یک تدارک قبلی بدون داشتن صفهای طولانی میشه درصد بالای مشارکت رو هم شاهد بود.
روز گذشته شهر ما بسیار شلوغ بود آقای چارلنگی، تعداد زیادی از سیاستمداران محلی، نخست وزیر سابق بریتانیا آقای گوردون براون، رهبر حزب کارگر و همینطور کسانی که دولت محلی اسکاتلند رو در اختیار دارند، فعالیت‌هاشون رو تا نیمه شب ادامه دادن، ولی امروز روز رای دهی است. پرسیدید که چه عاملی ممکنه رأی مردم اسکاتلند رو تحت تاثیر قرار بده. اقتصاد بزرگترین عامل خواهد بود. اونها نگاه میکنن ببینن واقعا وضع زندگی اونها و آینده فرزندانشون در ادامه وابستگی و داشتن یک نقش در بریتانیای کبیر یا کشور بریتانیا که مرکب است از 4 کشور: انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی، و یا جدا کردن راه در این دورانی که همه سعی میکنن اقتصاد بزرگتر و محکمتر و قابل دفاعتری داشته باشن، اتحادیه ها رو درست میکنن، منطقه گرا میشن تا اینکه جدایی طلب و به اصطلاح ناسیونالیست. به نظر میرسه که به هر حال عقل گرایان و کسانی که اقتصاد در جنبندیشون نقش اساسی رو داره احتمالا دست بالا رو پیدا بکنن و فردا در چنین ساعتی اسکاتلند همچنان پاره ای از بریتانیا باقی بمونه. البته تعدادی هم هستند که ناسیونالیست هستند و ملیگرا هستند، ملیگرای افراطی، و اونها به بهانه تلافی جویی 150 سال پیش علیه انگلیس قصد جدایی و استقلال دارند. ولی عقل‌گرایان همه معتقدند اسکاتلند زندگی بهتر و رفاه اقتصادی بیشتری خواهد داشت اگر به عنوان بخشی از بریتانیا باقی بمونه. آقای تغییرزاده، الان مردم اسکاتلند از همون حقوقی که بقیه مردم بریتانیا برخوردار هستند، یعنی اینکه به تمام مقاماتی که لندنی ها میتونن برسن، اسکاتلندی ها میتونن برسن؟ بدون تردید تعدادی مشخص از نخست وزیرهای پیشین بریتانیا اهل اسکاتلند بودند. مشاغل عمده‌ای در دولت مرکزی بریتانیا رو اسکاتلندی ها اشغال میکردند و میزان پرداختی، یعنی هزینه های سرانه‌ای که دولت برای هر فرد بریتانیایی خرج میکنه در اسکاتلند 1800 تا 1900 دلار در سال بیشتر از متوسط هزینه است که برای سایر افراد بریتانیایی دولت مرکزی خرج میکنه. دولت مستقل، دولت خودگردان اینجا به غیر از سیاست خارجی و ارتش و مالیات گذاری تقریبا اختیار همه امور رو در دست داره و مردم اسکاتلند از همون حقوقی برخوردارند که مردم انگلیس، ولز و ایرلند شمالی. الان صحبت این بود، چند روز پیش من دیدم که دولت لندن، آقای دیوید کامرون، گفتن که بعد از رفراندوم قراره باز اختیارات بیشتری به دولت محلی اسکاتلند داده بشه، چنانچه با بریتانیا باقی بمونه. چون این تنها نظر نخست وزیر نیست، دو حزب دیگه یعنی حزب کارگر و لیبرال هم رهبرانشون چنین نظری دارن. یک بسته ای رو حزب عمده سیاسی بریتانیا تنظیم کردن که بر اساس اون اختیارات تازه‌ای به مجلس محلی و دولت محلی اسکاتلند داده بشه. این اختیارات ممکن است که تا حدودی تنظیم مالیات رو هم به اونها واگذار بکنه. البته دست راستی های انگلیسی و ولزی و اهل ایرلند شمالی خیلی با این قضیه موافق نیستند. دست راستی های حزب محافظه‌کار هم روی موافقی با این موضوع ندارن. استدلال اونها این است که اگر ما حق نداریم به عنوان اعضای مجلس بریتانیا در مورد شیوه اخذ مالیات و درصد اون در اسکاتلند تصمیم بگیریم، چرا باید نمایندگان اسکاتلند چنین حقی رو داشته باشند تا در پارلمان وستمینستر برای مالیات ما تصمیم بگیرن؟ یادآوری میکنم که 59 نماینده اسکاتلندی در پارلمان بریتانیا عضویت دارند که این تعداد به هر حال در تنظیم بودجه، تصویب قوانین تصمیم گیری میکنن. حالا اگر این اختیارات به اسکاتلند داده بشه، به نوعی توازن اختیارات محلی به نفع مردم اسکاتلند تفاوت فاحش خواهد کرد. آقای دغدغه‌زاده، پرسش شاید برای برخی از بینندگان ما باشه که همونطور که اشاره کردین ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا حساب میشه در حال حاضر. بله، بریتانیا ولی مرکب از دو جزیره است. یک جزیره اصلی که
انگلستان، اسکاتلند و ویلز رو در خودش داره و جزیره کوچکی که از دو بخش ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی تشکیل میشه. ایرلند جنوبی یک کشور جمهوری است و ایرلند شمالی همچنان بخشی از بریتانیا محسوب میشه. همین، این پرسش ممکنه برای برخی به میون بیاد که چرا بریتانیا، یا اونطور که ما در فارسی میگیم انگلیس یا انگلستان. درست که بریتانیا به این مجموعه گفته میشه، اما در قاموس سیاسی روزمره مردم ایران انگلیس و انگلستان هست نهایتا. انگلیس چرا رفراندوم همه پرسی در مورد بریتانیا نمیذاره؟ این پرسشی است که شاید در بریتانیا هم انگلیسی ها دارن، میگن اگر که اسکاتلندی ها میتونن رفراندوم بکنن و در مورد آینده سیاسیشون تصمیم بگیرن، چرا مردم انگلیس یا مردم ویلز چنین حقی رو نداشته باشن؟ اسکاتلندی ها به دلایل خاص، داشتن زبان مستقل، فرهنگ تا حدودی متفاوت، شاید خودشون رو جدا از انگلیس ها میدونن، ولی تقریبا زندگی 150 سال گذشته اونها بخصوص تنگاتنگ بوده، همراه با هم اونها جنگ هایی که در طول 100 سال گذشته دنیا شاهد بوده رو با هم همراه بودند و جنگیدند، در تشکیل مستعمره ای که در هند داشتن ما همین مشارکت رو میبینیم. دیروز نخست وزیر پیشین بریتانیا میگفت که ما اگر به هر شهر اروپایی بریم، قبرستان های ما در سربازهای انگلیسی و اسکاتلندی رو کنار هم دفن شده میبینه. این نشون میده که به هر حال هر فتوحاتی و یا هر پیروزی که بریتانیایی ها داشتن، اسکاتلندی ها و انگلیسی ها کنار هم اون رو به دست آوردن. حالا این تا حدودی غیر عادی به نظر میرسه که چطور مردم اسکاتلند، عده‌ای در درون این کشور میخوان که از مردم بریتانیا جدا باشن. به هر حال زندگی اونها، فرهنگ اونها با هم آمیخته است و خطوط جدایی بسیار خطوط محدودی، ضمن این که هر دو کشور یا هر سه کشور هویت خاص خودشون رو دارن. خب آیا این میتونه یک راهنما، این قضیه همه پرسی که در اسکاتلند هست که میان مردم میبینن به صرفشون هست یا نیست، وقتی که میبینن از همون رفاهی سراسری با بقیه مناطق کشور برخوردار هستن، خب چه کاریست که ما جدا بشیم، شاید این منافع رو از دست بدیم؟ آیا این میتونه یک سرمشق، یک درس، یک راهنما، یک نقطه توجه برانگیز باشه برای کسانی که در این زمینه ها در مورد ایران صحبت میکنن؟ بدون تردید شاید برای هر دو طرف، هم حکومت مرکزی هم اقوام مختلف. بدون تردید واقعی که در اسکاتلند اتفاق میفته نه تنها برای ایران، برای اروپا هم میتونه سرمشق خاصی باشه. گروهایی هستن که در درون کشورهای اروپایی هویت متفاوتی رو برای خودشون قائل هستند و اگر اسکاتلند بخواد مثلا جدا بشه از بریتانیا، شاید بقیه ملت هم چنین انتظاری رو، اقوام کوچک داشته باشن. و برای کشورهایی مثل ایران که وارث یک امپراتوری هستند و قوم‌ها در درون این امپراتوری هنوز هویت فرهنگی تا حدودی متفاوتی رو دارن، چنین تمایلاتی رو بروز بدن. اینکه ما فدرالیسم رو توصیه بکنیم انتهای راه همین خواهد بود، با این تفاوت که در کشورهایی مثل ایران یا اون چی که الگوی عراقی فدرالیسم هست، ما شاهدش هستیم، به علت نداشتن آرامش، به علت برخوردار نبودن از دموکراسی، این نوع دادن امتیازات یا زمینه فراهم کردنها قبل از اینکه به حمایت از اقوام و فرهنگ و زبان قومها بیانجامه، به جدایی، به جنگ داخلی، به خونریزی و نسل‌کشی میانجامه، چیزی که در اسکاتلند ما امروز شاهد اون نیستیم. اونها 3 سال از 4 سال است که در یک رژیم دموکراتیک، در نهایت آرامش، با داشتن وقت کافی و استدلال پیرامون اون چیزی که میخوان، فعالیت‌هاشون رو ادامه دادن و دنباله یک 300 سال همگرایی حالا تصمیم گرفتن که این موضوع رو به رأی بذارن. این فرق میکنه با جامعه بسته‌ای که اول فدرالیسم رو تزریق میکنه به جامعه، جدایی رو تجویز میکنه، یک حق کاذب به مردم میده و بعد در یک شرایط غیر دموکراتیک میخواد که اونها بر سر حفظ این حقوق با همدیگه به نوعی توافق برسن که به جای توافق جنگ رو آغاز میکنن. شما ملاحظه بکنید آقای چارلنگی، همین فردا ما بگیم که میخوایم یک حکومت فدرال در کردستان داشته باشیم،
مردم کرمانشاه رو باید چطور در کنار مردم سنندج قرار بدیم؟ حکومت فدرال داشته باشیم، آذری ها هم میخوان چنین استقلال رأی رو داشته باشن. چطور آذربایجان شمالی رو، شرقی رو از غربی جدا بکنیم؟ منابع آب اون رو چطور تقسیم بکنیم؟ تازه موضوع مهمی که در مورد اسکاتلندی ها الان وجود داره و نمیتونستن با وجود همه تلاش هایی که شده اون رو رعایت بکنن، وجود 1 میلیون مردم اسکاتلند که در اسکاتلند به دنیا آمدن ولی در انگلیس کار میکنن و زندگی میکنن و رشد کردن و اونها حق مشارکت در این رفراندوم رو ندارن، برای اینکه حوزه رأی‌گیریشون تفاوت کرده. در ایران ما چنین مشکلی رو بسیار بسیار بزرگتر داریم. کردهایی که در شیراز زندگی میکنن، شعر سعدی مربوط به چند سده قبل، آذری هایی که در تهران زندگی میکنن، این فدرالیسم رو ما به چه صورتی میخوایم؟ بر مبنای قومی، بر مبنای جغرافیایی؟ خب البته یک نکته وجود داره آقای تقی‌زاده، این که بدون اینکه بخوایم بپردازیم حالا به مسائل ایران در این زمینه، نکته این هستش که در حال حاضر در انگلستان همونطور که خود شما اشاره کردید، مردمان اسکاتلند از تمام مزایایی که مردمان لندن برخوردار و جاهای دیگه برخوردار هستند. چندین نخست وزیر داشتیم که از انگلستان بود یا در انگلستان داشتن و و و مقامات دیگه، و وقتی که مردم میبینن در اسکاتلند که منافع اقتصادیشون به اصطلاح تأمین میشه، اگر جدا بشن از میان خواهد رفت، لطمه خواهد خورد و بسیاری امتیازات دیگه، تحصیلات و و و چیز ترجیح میدن، همونطور که در کبک جدا نشدن در همه پرسی از کانادا. خب یک مقدار زیادی مشکل فقط مردم مناطق نیستن، حکومت ها و دولت های مرکزی هستن. یعنی شما وقتی در یک کشوری کرد یا عرب یا عرب ایرانی یا اجازه نداشته باشن به این مقاماتی برسن یا اهل سنت، خب این زمینه ها رو برای یک اقدامات قید مطلوب فراهم میکنه نمیکنه؟ بدون تردید حق با شما آقای چالنگی. من صحبتم سر این مسئله بود که پیشتر بایست یک حکومت آزاد و دموکراتیک در یک جامعه وجود داشته باشه، فرصت برای بحث کردن، اندیشیدن پیرامون خواسته های قومی وجود داشته باشه و بعد مردم در نهایت آرامش و در یک رژیم دموکراتیک نسبت به خواسته های خودشون تصمیم بگیرن. درسته در ایران امروز حکومت دموکراتیک وجود نداره، این تنها مردم کرد و بلوچ نیستن که از نیازهاشون محروم شدن، از حقوقشون محروم شدن، مردم تهران و مشهد و شیراز هم چنین مضیقه هایی دارن. آیا ما حق داریم نماینده ای که میخوایم انتخاب بکنیم؟ آیا ما حق داریم به صورت آزاد رئیس جمهوری ای که میخوایم انتخاب بکنیم؟ آیا ما حق داریم در مورد تغییر قانون اساسیمون رأی بدیم؟ نه، اینها به ما تحمیل میشه. خب این تحمیل ها به اقوام شاید بیشتر از مردمی است که شاید خودشون اقلیت قومی در امپراتوری یا بازمانده امپراتوری ایران نمیبینن. بله مسائل در این زمینه بسیار هست آقای طرزاده عزیز، اما از هنرپیشه های اسکاتلندی در سطح بین المللی من چند تایی رو میشناسم، معروف ترین شان کانری است نیست؟ حق با شماست، قدیمی ترینشون آقای جیمز باند معروف. بله و جدید هم هستن بسیار زیاد هنرمندان و هنرپیشه های سینمای بین المللی. با شما خواهیم بود و آقای رضا طرزاده با من و شما هستن از گلاسکو اسکاتلند. تا لحظاتی دیگر. آقای طرزاده عزیز، صحبت از اسکاتلند بود، آب و آبادانی که در اونجا هست، و صحبت از ایران بود، اقوام، و اشاره کردید به مردمان تهران. مردمان تهران هم مثل بسیاری از مناطق کشور آب آشامیدنی ندارن، یعنی آب روزمره، با وعده های نفت مجانی، برق مجانی، بنزین مجانی، خیلی چیزای دیگه قرار مجانی بشه، الان آب خوردن نیست. یعنی این همه داستان درباره کربلا و یزید و اینها گفتن، مردمان تهران و گمچی وضعیتی دوچار شدن. چرا؟ سخت مدیریت آب، آبرسانی به مردم؟ آقای چالنگی، مسئله بسیار حساسی رو مطرح کردید. من کارشناس مدیریت آب نیستم، کارشناس کشاورزی نیستم، ولی به عنوان یک ایرانی که اقوام و دوستان و خیشانم در ایران هستن، مسئله رو به همون حساسیتی میبینم که شما میبینید. پرسش این است که وقتی یک رژیمی
یک دولتی از منابع غنی انرژی برخوردار هست، حتی اگر دارای احتمال خشکسالی است کشور تحت مدیریتش، باید برای این کار چاره بیندیشه. کشور ما به خشکسالی عربستان نیست، کشور ما به خشکسالی امارات و کویت نیست، کشور ما به خشکسالی اسرائیل نیست. اسرائیل حتی منابع غنی انرژی ما رو نداره، ولی با بحران آب هرگز روبرو نبوده. عربستان صادرکننده گندمه. در امارات، در شنزارهای امارات، مردم روی چمن سبز گلف بازی میکنن و تورنمنت های خارجی بزرگ برگزار میکنن. پاسخ این است که اونها مدیریت آبشون با درایت بوده و پیشنگری. چرا با استفاده از گاز و نفت فراوانی که ایران داره کارخانه های شیرینسازی آب در شمال جنوب ایران نصب نشده؟ چرا آب کافی برای تغذیه راکتور اتمی جمهوری اسلامی میتونه تخصیص بده، ولی برای مصرف آب مردم ایران چاره ای نمی اندیشه؟ ضمن اینکه بروز کردن، مدرن کردن نهرهای آب، سیمان کردن زیر بستر آبراها میتونه کمک بکنه به از بین رفتن منابع آب. به هر حال به نظر میرسه که دولت ما همچنان در مورد منابع آب هم به روزمرگی دچار شده و به جای چاره اندیشی داشتن برنامه های راهبردی از پیش، فقط مسئله رو وقتی که حادث شد باش برخورد میکنه و مثل بقیه موارد امروز بحران آب داریم، آب رو به روی شما قطع خواهیم کرد. خب آقای تنزاد، کشورهایی رو که مثال زدین از اسرائیل تا امارات، اینها کشورهای کوچکی است از نظر مساحت و از نظر جمعیت هر دو. اگر مسئولان جمهوری اسلامی بگن آقا ما یک کشوری رو داریم اداره که چه از کنن، مسلط هستیم برش، زیر حکومت ما هست، وسیع و جمعیت هم حدود 80 میلیون هست و رهبر جمهوری اسلامی هم خواستار این شده جمعیت افزایش پیدا کنه، چه خواهید؟ بدون تردید درست شما تناقض رو بهش به روشنی اشاره میکنید. در حالی که ایران یا دولت حاکم بر ایران قابلیت اداره منابع آب رو مثل ده ها زمینه دیگه نداره، حتی به افزایش جمعیت فکر میکنه. این رو از آقای خامنه ای پرسید. آقای خامنه ای، شما برای تغذیه مردم آیا انتظار دارید که واردات گندم رو ادامه بدید و افزایش بدید، یا میخواهید برای سیر کردن شکم اونها زمینه قبلی هم در مملکت فراهم بکنید؟ بدون آب هیچ اقتصادی رشد نخواهد کرد. حتی بحران آب به نظر من جدیتر از بحران انرژی است و نقش حیاتی آب در روند اقتصادی یک کشور میتونه بسیار تاثیرگذارتر از منابع انرژی باشه. جنگ های فردا بر سر تقسیم منابع آبه و اونجاست که میرسیم به این نکته که جمهوری اسلامی به جای دورنگری، به جای برنامه ریزی، واقعا روزمرگی رو در تمام زمینه ها ادامه میده، من جمله در مورد مدیریت آب. به آقای خامنه‌ای اشاره کردید آقای تقی‌زاده، این مراسم بسیار با شکوه عمل جراحی پروستات آقای خامنه‌ای، منظور من بیشتر پیامدهاش هست، رفتن آمدنها در چنین سطحی و پخش کردن مراسم دید و بازدید آقایون از ایشون رو شما چطور عجبی میکنید؟ به نظر من آقای خامنه‌ای که در طول یک سال گذشته بین دولت تازه‌ای که بروی کار آورده و عملگران رو مینامه و مدعیان دست راستی، بندبازی که میکرده به نوعی با اشکال جدی روبرو شده. موقعیت ایشون با تردید روبرو بود. البته مسئله جسمی و این مسئله پروستاد از سالهای پیش مطرح بوده. فکر نمی کنم ایرانی وجود داره که این موضوع رو از پیش نشنیده، یا به صورت واقعه یا به صورت شایعه. ولی ترک کردن مسئله در این حد به نظر من وسیله‌ای بود برای بیعت دوباره سردمداران حکومت با آقای خامنه‌ای و اعلام اقتدار ایشون، چیزی که با نمایش‌های تلویزیونی در بیمارستان و بعدم دادن یک اعلامیه قرا و بلندبالا در مورد مناسبات با آمریکا به نقطه اوجش رسید. آقای خامنه‌ای از این فرصت برای اعلام اقتدار و بیعت با اهل حکومت، به خصوص آقای رفسنجانی و گروه او، استفاده کرده. آقای طرزاده، یعنی میفرمایید پروستات ایشون یا عمل پروستات ایشون وسیله شد برای بیعت مجدد؟ یعنی شاید مثلا در زمان داشتن پروستات با ایشون بیعت کرده بودن، حالا در زمان خلع پروستات بعد از عمل پروستات هم بیعتی لازم بود، اما چرا به این شکل وسیع در تلویزیون و
رسانه‌های جمهوری اسلامی. چرا؟ به نظر من جمهوری اسلامی در یک شرایط حساس منطقه‌ای قرار گرفته. مذاکرات اتمی عملاً به بن‌بست رسیده، مناسبات با آمریکا حالت چالشی پیدا کرده و بحران‌های منطقه‌ای ایران رو غیر مستقیم و مستقیم مورد تهدید قرار دادن. انزوای سیاسی ایران که یک سال پیش با آمدن دولت آقای روحانی به نظر می‌رسید می‌تونه رو به پایان بره، حالا در شرایطی است که شبیه یک سال گذشته است. یکی از نمادها دعوت نکردن از ایران برای مشارکت در گروهی است که باید با بحران داعش روبرو بشن. در وضعیتی که دشواری‌ها بیشتر از حد متعارفی میشه، همگرایی حاکمیت بیشتر از گذشته احساس میشه. آقای خامنه‌ای به نظر من از این فرصت می‌خواسته برای پیوند دادن شاخه‌های قدرت در درون حاکمیت استفاده تبلیغاتی کنه. ببینید، به نظر میرسه الان در منطقه داره یک اتحادهای تازه به وجود میاد. در اون سوی خلیج فارس خب نشستن در جده، باز حکومت ایران دعوت نداشت، همینطور در پاریس هم نشستی که وجود که بود باز حکومت ایران حضور نداشت. اما از یک طرف آقای روحانی با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی مصاحبه داشته و گفته که اینهایی که نشستن اونجا خودشون داعش به وجود آوردن، ما آماده ایم با تروریسم مبارزه کنیم، که بس مورد انتقاد حمله بسیاری از منتقدین حکومت ایران قرار گرفت در آمریکا که خود شما حامی تروریسم هستید. اساسا این اتحادها و به بازی نگرفتن حکومت ایران در این اتحادها رو شما رو به چه سمتی میبینید آقای ترسی؟ امیدواری که من دارم تغییر سیاست و یا نگرش واشنگتن به مسائل منطقه است. در طول حداقل 8 سال گذشته حکومت وقت آمریکا به نوعی به عنوان سازش با اسلام یا دیدن اسلام مدرن خو کرده بود و آقای اوباما در طول 6 سال گذشته این سیاست رو با مقداری علایق شخصی دنبال کرده. ولی وقتی ما شاهد رشد گروه‌های افراطی اسلامی هستیم و این گروه‌های افراطی اسلامی گروه‌های افراطی مسیحی رو در درون جوامع غربی تشویق به شکل دادن کردن، شاید در اصل این سیاست نوعی بازنگری حالا در دستور کار قرار گرفته. به نظر من اگر پرهیز از حکومت‌های اسلامی، مداخله اسلام در سیاست‌های منطقه‌ای در دستور کار آمریکا قرار بگیره، نقطه آغازی خواهد بود برای رسیدن به پایانی متفاوت. در این شرایط تنها حکومت اسلامی منطقه که به نظر من شکل گرفتنش در 35 سال گذشته نقطه آغاز رقابت مذهبی در منطقه بین دو شاخه شیعه و سنی بوده، میتونه نقطه شروع خوبی باشه برای مذهب زدایی از سیاست‌های منطقه‌ای در خاورمیانه. و اون چیزی که شما اشاره کردید شاید یکی از نمادهای این گرایش تازه است. با سپاس از شما آقای رضا طریق‌زاده عزیز در گلاسکو اسکاتلند انگلستان، و با امید به دیدار در برنامه‌های آینده تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا با من و شما خواهند بود. در نیمه دوم برنامه آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و عضو کمپین سفارت سبز در اسلو نروژ، تا لحظات دیگر. پرسش من این هستش، ببینید یک ایرانی آقای مهافرید خسروی یک شبه اعدام شد، متهم بود به فساد مالی. از طرف دیگه گفته میشد که آقای مهافرید خسروی ایشون کارآفرینی بود که کارهای بسیار تولید کرد و چندان دستان آلوده نداشت، وامهایی گرفته بود پس داده بود یا نداده بود. برادر ایشون هم اخیراً به طور غیابی محاکمه شده و به 20 سال زندان محکوم شده. برادر ایشون قبل از صدور حکم نامه سرگشاده‌ای برای آقای خامنه‌ای فرستاده بود. ایشون هم خب تصورش این بود که خود روحانیون شیعه بر منبر بارها گفته بودن که خلفای صدر اسلام چطور درهای
خلافتشون باز بود میشد بری اونجا و حتی سرشون داد کشید که ایشون هم فکر کرد که برای اینم یکی از خلفای اسلام هست، نامه نوشته بود، ولی بلافاصله بعد از این نامه هم به 20 سال ایشون محکوم شد به زندان. این عدالت رو، این مکانیزم این عدالت رو شما برای ما شرح بدین. چرا شفاف نیست؟ چرا نمیان؟ چرا آقای فرید خسروی یه شبه اعدام میشه نمیان علنا محاکمه کنن؟ چرا این اتفاقات پشت پرده میفته و شمشیر به دست عدالت اسلامی در حکومت فقیه آقای محسنی اژه‌ایست و وزیر دادگستری هم اون یکی آقای پور محمدی؟ بفهم خدمتتون عرض کنم. خب همونجور که اول صحبتام هم خدمتتون گفتم، سررشته همه اینها دست خود آقای خامنه‌ای و بیتشه. میبینیم که علی‌رغم بی‌عدالتی‌هایی که در داخل کشور وجود داره و اکثریت شکایات‌هایی که دارن از قضات قوه قضاییه انجام میشه و بی‌عدالتی‌هایی که در این قوه انجام میگیره، متاسفانه آقای خامنه‌ای مجدداً شیخ صادق لاریجانی رو به مدت 5 سال دیگه بر این قوه حاکم کرده و امثال مثل آقای اژه‌ای و تیم ایشون هم در این قوه خواهند بود و مردم رو دوباره با همون مسائل مواجه خواهند کرد. و افرادی هم که به نوعی مثل همین آقای مهافرین به این صورت در میان که برای کار و یا کارآفرینی وارد عرصه اقتصادی ایران شده، تا زمانی که تونستن ازش بهره برداری کردن، استفاده بردن، راندهای موجود اهم از سپاه و نهادهای امنیتی تونستن باهاش کنار بیان و زمانی که لازم شده و خواستن که به نوعی تمام جریانات رو به دوش یکی دیگه بندازن، اینها قربانی شدن. نمونهش هم الان در زندان آقای بابک زنجانیه که میبینیم تا زمانی که تونستن برای دور زدن تحریم ها از امکاناتی که ایشون تونسته بود به واسطه همون رانت هایی که عملا غیرقانونی بود به دست آورده بود استفاده کردن، زمانی که لازم شد مسائل دیگه رو تحت پوشش قرار بدن، ایشون و تیمش رو قربانی کردن. در نظام جمهوری اسلامی عملا شما نمیتونید عدالت رو پیدا کنین، چون وقتی که رئیس یک قوه قضاییه باید توسط شخصی مثل خود آقای خامنه ای انتخاب بشه که هیچ کس نمیتونه به حساب ایشون رسیدگی کنه و مسائلی رو که ایشون به وجود آورده رو جوابگو باشن، خب قاعدتا قوه قضاییه هم در اختیار ایشونه و کسی نمیتونه از اونها بازخواست کنه و این باعث میشه که جامعه به سمت بی‌عدالتی پیش بره و هر کسی بخواد حق خودش رو از طرق دیگه‌ای به دست بیاره. و ما میبینیم که مردم ایران اگر فرصتی یا روزنه‌ای پیدا کنن، خب قاعدتا برای گرفتن حقشون حرکتی خواهند کرد، ولی به واسطه وجود همین جریاناتی که حاکم است در ایران و باعث شده که شریان‌های نظامی و انتظامی در دستشون باشه و قوه قضاییه هم در دستشون است، عملا با ظلم و ستم تونستن مردم رو سرکوب کنن. تفسیر شما رو میشنویم آقای اعتمادی عزیز. جناب چلنگی، برای منم معتقدم که در حکومت مافیایی اسلامی ایران اگر شما وابسته به هر کدام از این گروه های مافیایی نباشید، اگر ریشه در خانواده روحانیت نداشته باشید، اگر جزء آقازادگان نباشید، اگر جزء به اصطلاح وابستگان به سرداران سپاه و بیت رهبری نباشید، قطعا حتی اگر به هر اندازه‌ای که نقش مفیدی برای جامعه داشته باشید، در جایی که لازم باشد به راحتی شما رو قربانی خواهند کرد. در مورد همین آقای مهافرید خسروی، بنده هم نامه سرگشاده برادر ایشون رو خوندم و اگر بر اساس ادعایی که ایشون در اون نامه دارن این ادعاها صحت داشته باشه که تمام وام هایی که اینها گرفتن در جهت تولید و ایجاد شغل، به یک معنا فکر میکنم اینها حدود 16,000 کارمند و مهندس و تکنسین و کارگر داشتن در پروژه اقتصادی گوناگونی که به راه انداخته بودن، تولید کار کرده بودن، اگر تمام این آمارها و ادعاها واقعیت داشته باشه، قطعا اینها نقش مفیدی رو در جامعه داشتن و نمی بایست به این صورت مورد غضب قرار می گرفتن. اما همونطور که اطلاع دارید، شما میدونید بدون اینکه وکیل ایشون بدون اطلاع داشته باشه، بدون اینکه خانواده ایشون اطلاعی داشته باشن، یک شبه ایشون رو اعدام میکنن و بعدم مسئله به همین سادگی خاتمه پیدا میکنه. به نظر من این حکومت اگر کسی جز وابستگان درجه یک اینها نباشه، قادر نخواهد بود که در ایران حتی اگر بخواد خدمتگزار باشه و نقش مفیدی رو برای جامعه بازی بکنه، بتونه حیات خودش رو حفظ بکنه و بتونه به کار خودش ادامه بده. این یک نمونه از به اصطلاح سیاست هایی است که از طرف این حکومت با توجه به ماهیتی که داره ما شاهدش بودیم در همین ماهای اخیر. بله، آقای مهرگان امیرخسروی برادر مهافرید
خسروی، نامه مفصلی است برای آقای خامنه‌ای نوشته. من سفارش میکنم متن این نامه رو روی سایت های خبری، رسانه های فارسی زبان خبری یعنی اینترنتی میتونید پیدا کنید. نکاتی رو مطرح کرده و اما نکات بسیار مهم و قابل تأمل و توجه برانگیز. آقای سالنگی بله بفرمایید. من معذرت میخوام، یکی از نکات مهمی که تو این نامه بود این بود که ایشون با آقای خامنه‌ای هشدار میده، میگه که شما که با ما این کارو کردید چگونه سایر کسانی که در بخش خصوصی میخوان فعالیت بکنن اطمینان بکنن به شما و بیان از تمام استعدادها، توانایی‌ها و سرمایه‌های خودشون در جهت پیشرفت جامعه بخوان کار بکنن. شما به این سادگی بدون هیچ گونه دلیلی برادر من اعدام کردید، بنابراین سایرین هم نمیتونن اعتماد این اعتمادو به شما داشته باشن. به همین خاطره که جناب چالنگی ما میبینیم بخش زیادی از سرمایه‌های پولی ایران از ایران خارج میشه و در کشورهای منطقه و حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی و در چین و در بازارهای مختلف بنابر اساس توانایی صاحبان اون سرمایه ها مورد بهره برداری به اصطلاح و مورد به اصطلاح فعالیت قرار میگیره. بنابراین من میخوام همینا اجازه اگر اجازه بدید رد بدم به این موضوعی که آقای روحانی ادعا میکنن که پروژه های اقتصادی دارن. بله پروژه اقتصادی دارن. یکی از دلایلی که یا یکی از عوامل مهم برای سرمایه گذاری و پیشرفت کار مسئله امنیت برای صاحبان سرمایه، تولید کنندگان، صاحبان صنایع و غیره و غیره و این در جامعه ما وجود نداره. ببینید آقای اعتمادی، مسئله این هستش که روان، اولا روان شاد هیچ کسی نباید پشت درهای بسته محاکمه بشه. حالا اعدام که ابدا من از کسانی هستم مخالف با اعدام در هر شرایطی، ولی و به هر جرمی، ولی نکته مهم این هستش که خب بله به آقای مهرگان امیرخسروی هشدار میده، توجه میده آقای خامنه ای رو به این موضوع که شما چطور اون وقت میخواید بقیه بیان و سرمایه گذاری کنن. اما خوب بود که آقای مهافرید خسروی به پیش از خودشون توجه میکرد، به خدادادها توجه میکرد، به کسانی که رفتن اونجا سرمایه گذاری کردن و در کنار بقیه و بقیه و باز اعدام شدن در میون اونها، از جمله ماجرای خداداد رو و اطرافیانش رو که یاد دارن بسیاری، و پیش از اون کسانی که در دوره آقای رفسنجانی به تهران رفتند، مهمترینشون آقای ایروانی بود و بقیه‌ای که رفتن و دوباره شاید سرمایه‌های خودشون رو پس بگیرن و چه بکنن چه نکنن که دیدیم اونها به نتیجه نرسیدن. به هر حال این نکته ایست که متاسفانه از گذشتگان پندی گرفته نشد. اما آقای حیدری چرا، ببینید اسامی یک جوان ایرانی که از فرط بیکاری و احتیاج و نیاز خانوادش در لشکر آباد اهواز زندگی میکنه یا حسیران اهواز یا جای دیگه، چون اتفاق افتاده دست برده و رقیف نانی رو، قرص نانی رو از جایی برداشته دزدیده از سر ناچاری یا جنسی رو دزدیده، میارن با افتخار و کبکبه و دبدبه در انظار عمومی دستشو قطع میکنن. اما 500 نفر بدهی‌های کلان مالی از بانک‌ها گرفتن، اصلا نمیدن، گردنشون کلفته، گردنشون به طریقه اسلامی، مکتبی، فقاهتی، ولایی، هر چه که هست کلفته، پس نمیدن. پول از همان جوان خوزستانی است یا جوان ملایری یا هر جایی که هست، اما اسامی اینها حتی برده نمیشه به عنوان حفظ آبرو و همه هم میرن تا لب این پرتگاه که چند کنم، لب این پله که بگم، خواهم گفت، میگم پلو من اسامی هست، ولی نخواهند گفت، نمیگویم. بفهم تفسیر شما این شفافیت فقاهتی ناشی از چی هستش؟ آبروی من، یک نکته رو بگم، آبروی عقیل پدر مسلم و برادر امام اول شیعیان رو در طول تاریخ همین آخوندهای ملایان شیعه بردن، هزار سال بالای منبر گفتن این بنده خدا اومد گفت برادرش خلیفه است، حالا راست یا دروغ شما کنن، برادرش خلیفه است، اومد گفت دهش سن رو بگیره بره یه دردی بزن، کورم بود.
بالاخره میگن امام اول شیعان دستشی گرفت روی شمع و گفت این دست میخوای من بسوزم تو ببینی آتش تحمل نمیکنه، آتش جهنم. به هر حال هزار سال آبروی این عقیل رو ملایان شیعه بر منبر بردن، اما این 500 نفر رو چرا اعلام نمیکنن که پول مردم رو همین امروز خوردن؟ بفرمایید. خدمتون همونطوری که عرض کردم سرنخ همه اینها برمیگرده به شخص خود آقای خامنه ای، علی‌رغم حالا تبلیغاتی که آقای روحانی و این گروه اعتدالگرایان اومدن دارن میکنن که همه مصیبت ها و بدبختی ها رو میخوان بندازن گردن احمدی نژاد، این در واقع یک بازیه و متاسفانه در طول 20 سالی که ایشون ولی فقیه شدن بعد از آقای خمینی، وضعیت فساد و وضعیت راندهای اقتصادی که به دست گروه‌های خاص و گروه‌های مافیایی هم از سپاه و نهادهای امنیتی بوده اوج گرفته و سرنخ همه اینها برمیگرده به بیت خود آقای خامنه‌ای. و شما شاهد این قضایا بودین که حتی آقای احمدی نژاد که با این شعارها که افشا میکنن و این افرادی که به نوعی بیت المال رو حیف و مل کردن در اکثر سخنرانیاش اعلام میکنم میگم، یا خود آقای روحانی که وقتی به قدرت رسیده که من اسامی رو اعلام میکنم، میبینیم که همه در حاله از ابهام مونده و تبدیل به یک خنده و جوک برای مردم شده که اینا همشون دستشون توی یک کاسه است و سر یه سفره نشستن و از این پول ملت ایران در واقع این خانواده هزار فامیل روحانیت دارن استفاده میکنن. و تمام اون داستانهایی هم که حالا به نوعی شما یه نمونهشو عرض کردین که بحث آقای عقیل بود و این مسائلی که اینا پای منبرها گفتن، اینا نمونه هایی بوده که برای عوام فریبی مردم و فرافکنی مسائل بوده و اگر که واقعا قصد داشته باشن این افراد رو به وضعیتشون رسیدگی کنن، میطلبه که یک قوه قضاییه بی‌طرف بتونه این مسائل رو پیگیری کنه. و چون قوه قضاییه ایران کاملا در اختیار آقای خامنه‌ای هست و نمیخوان که به این مسائل رسیدگی بشه، چون دست اکثر اقوام و فامیل‌ها و دوستان و حضراتی که در سپاه و نهادهای امنیتی هستن قاعدتا رو خواهد شد و مردم ایران متوجه خواهند شد که چه افتضاح و چه کلاه بزرگی به سرشون رفته، خب قاعدتا نمیخوان این مسائل فاش بشه و میبینیم که وضعیت اقتصادی و وضعیت کشور هم به این وضع مبتلا شد. بیچاره عقیل. آقای اعتمادی با این نظر تا چند از موافق هستید که همه راه‌ها به روم ختم میشه یا به تلفظ فرانسوی قوم که همون بیت رهبری هست، اما میخوان کاسه کوزه‌ها رو سر احمدی نژاد بشکنن که توجه از بیت رهبری منحرف بشه؟ بله این تفسیر تو چند بله، قطعا نقش بیت رهبری و آقای خامنه ای در حکومت اسلامی ایران خب یک نقش برجسته و تعیین کننده است، اما گاهن ما میبینیم که ولی در پایین بین دو جناح دعواهایی صورت میگیره، اونا بر علیه هم دیگه سفارایی میکنن، نشریاتشون اخبار اطلاعاتی که بر علیه هم دیگه دارن رو منتشر میکنن، ولی تا یه حد مرز معین و تا اونجا که لازم باشه هر وقت هم ببینن بر قضیه داره به نوعی تأثیر منفی در جامعه میگذاره، بلا فاصله با یک فتوا یا یک دستور رهبر ختم میشه قائله. ولی جناب چلنگی، من نکته که میخوام در اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که به واقع اینها به طور حیرت آوری دروغ میگن هر دو اینها. نمونه همین مسئله لیستی که اینها اعلام کرده بودن از طریق وزارت علوم که 3000 دانشجوی بورسیه در دوره آقای احمدی نژاد که همگی اینا از وابستگان به اصطلاح نزدیکان آقای احمدی نژاد بودن، آقای احمدی نژاد اومد گفتش که آقا این لیستو منتشر بکنید و درست یک روز قبل از اینکه وزیر علوم بخواد استیضاح بشه ایشون اعلام کرد که آقا اون لیست 3000 نفره که اعلام شده این جعلی است و به اصطلاح نمیشه بهش استناد کرد و گفتن که از طریق یکی از معاونین به اصطلاح ایشون منتشر شده و ایشون هم مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یعنی جامعه رو اینها دوچار به اصطلاح یک چنین التهابی میکنن، یک چنین به اصطلاح تشویشی میکنن که تا چه اندازه در درون این حکومت شرایط و روابط فاسد و ناسالم وجود داره، ولی همین که قضیه میخواد بیخ پیدا بکنه و موجب بی‌آبرو شدن کل این نظام بشه بلافاصله جلوش رو میگیرن و به اصطلاح کتمان میکنن. یا نمونه‌ای که شما اشاره کردین در رابطه با وام های کلونی که به اصطلاح یه عده معینی گرفتن و به هیچ عنوان هم پرداخت نمی کنن، اگرچه می دونید که این لیست تا همین چند روز پیش 59 نفر بود و امروز کردن این لیست رو 500 نفر. خب بدون ذکر به اصطلاح اسامی این افراد که اینا کیا بودن از قبل، هم باز این جنایی که الان بر سر حکومت از دولت آقای روحانی
وابستگان به دولت احمدی نژاد رو متهم می‌کرد و از اون طرف ما می‌بینیم که اونها به اصطلاح انکار می‌کنن و اینها پس می‌گیرن. بنابراین به قول اون ضرب المثل معروف، اینها گوشت هم دیگر رو می‌خورن، ولی جایی که بخواد موقعیت نظام به خطر بیفته استخوان هم دیگر رو نمی‌شکنن و کنار میان. و به قول باز اشاره جناب عالی، شما می‌بینید تمام این خبرها به صورت مسکوت گذاشته میشه و فراموش میشه و بعد برای دوره بعد و به بهانه های مختلف مسئله دیگری مطرح میشه. خب آقای احمدی نژاد هم آمده گفته که اسامی تهدیدشون کردن که ما منتشر میکنیم، اطرافیان شما، ایشون هم گفته که اسامی همه رو باید منتشر کنیم و هیچ ابایی هم نیست. یعنی ظاهرا این بابا میدونسته، یعنی احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد میدونسته که از اون طرف هم اسامی بسیاری هست، از خود بیت رهبری گرفته تا بیت غیر رهبری، اطرافیان بیت رهبری، بعد اکنافیان بیت رهبری هست، بسیار هستن. یعنی دایره مرکزش بیت رهبری است به گفته احمدی نژاد، جای اطرافیان هرچی و همینطور دایره داره. اما در این مرکزیت بیت رهبری، باند آقای رفسنجانی یا گروه آقای رفسنجانی یا کسی که یک زمانی حتی لقب امیرکبیر اسلامی بهش داده شد و از این حرفا و از این تملقات و چاپلوسی های اطرافیان و اکنافیان کجاست آقای حیدری عزیز؟ چون میبینیم مهدی رفسنجانی رو هم کشیدن به از کنم خدمتون دادگاه و قراره بره و بیاد و همینطور کسان دیگه رفسنجانی. نقش خود آقای رفسنجانی در پیدایش این مافیا نقش پررنگی بوده و خود آقای هاشمی رفسنجانی به خصوص در دوران سازندگی به واسطه اینکه اکثر سردارای سپاهی که از جنگ برگشته بودن و اینها بیکار بودن، اینها رو در واقع ساپورت کرد، هدایتشون کرد در ایجاد همین تشکل‌های امنیتی و ایجاد شرکت‌های سوری در خارج از کشور، نقش پررنگی بوده که عملاً از رانت‌هایی هم که به وجود آوردن از پول نفت و پسر خودشون هم به عنوان مشاور و دستاندرکار در این امور فعالیت داشتن و نمونه بارزش در همین نروژ هنوز بحث استاد اویل داغه و حتی در روزنامه‌های نروژ اخیراً موضوع اینکه قرار پسر آقای رفسنجانی رو بعد از سالهایی که در نروژ عوامل استاد اویل در واقع استعفا دادن و به اون تبانی که کرده بودن و اون رشوه‌ای که داده بودن در واقع اقرار کردن، می‌بینیم که تازه بعد از سالیان سال در ایران اون هم به واسطه همین بازی‌های قدرت که تازه در گرفته میخوان پسر ایشون رو محاکمه کنن. عملا هاشمی رفسنجانی و تیمش داره پاسخگوی رفتار و کردار خودش در قبل از و پیدایش در واقع آقای خامنه‌ای به این وضعیت رو پس میده. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی هرگز فکر نمی‌کرد روزگاری رو ببینه که خودش باید پاسخگوی کارهایی باشه که انجام داده و باعث به قدرت رسیدن فردی شده که امروز هیچ کسی حریف اون نیست و نمیتونه اون رو کنترل کنه. ما باعث بروز بسیاری از مسائل که در واقع خود آقای هاشمی رفسنجانی هم داره میاد اینا رو مطرح میکنه و میبینیم که عملا به خاطر همین مسائلی که خودش عنوان کرده تریبون نماز جمعه رو هم ازش گرفتن، ولی خب گهگاهی در لابلای ملاقاتایی که داره با نقش رئیس تشخیص مصلحت نظام یک صحبتایی رو میکنه که نشون دهنده اینه که نسبت شاید به گذشتهش به نوعی پشیمانه، ولی چون همه اینا همونجوری که همه ما میدونیم بر حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی با هم متفق القولن، نمیخوام بیان و این موضوع رو در واقع مطرح کنن، چون فکر میکنم با مطرح کردن این مسائل باعث در واقع سقوط نظام میشه و اینا همشون به دنبال این هستن که این نظام رو به هر وضعیتی هست که نگه دارن. و میبینیم که در این شرایطی که به وجود اومده نقش خود آقای هاشمی رفسنجانی پررنگه و عملا این عواملی که الان دستن در کار هستن برای محاکمه پسر ایشون هم به نظر من و دوستانم فقط یک بازیه و در نهایت آقای مهدی هاشمی هم به یک زندان کوتاه مدت و مختصر با داشتن مرخصی برای بیرون آمدن از زندان تموم میشه، چون نمیتونن در واقع با رفسنجانی هم بخوان به گونه‌ای رفتار کنن که با بقیه رفتار کردن، چون در هر صورت رفسنجانی هم پایگاه‌هایی داره و میتونه اسراری در نظام بگه که عملا میتونه باعث سوس شدن مسائل مربوط به نظام بشه. همه از هم یک اسناد و مدارکی دارن اونطور که آقای حیدری اشاره میکنه، یعنی همه هفتیرهای آماده‌ای دارن برای روز مبادا با یک موازنه عرض کنم خدمتون افشاگری همه رو، یا یک موازنه سکوت هست که همه رو در کنار هم برادروار در اون حلقه حکومتی و دولتی و قدرت ولایتی
نگه داشته. قدرت علی اکبر ولایتی نیست، منظورم قدرت آقای خامنه ایست یا ولایت هست، که آقای ولایتی هم جزی از این ولایت هست. تفسیر شما رو میشنمیم. اون چی که آقای حیدری گفت، آقای اعتمادی عزیز. جناب چالنگی، این مسئله دعواهای اینا و فسادهایی که در درون کل اینها بوده، کل کسانی که بنیانگذاران این نظام بودن و امروز هم جزو گردانندگان این نظام هستن، یک نمونه تا حالا ما سراغ نداریم که عوامل اصلی پشت پرده و عوامل اصلی کسانی که در این فسادها و در این ناهنجاری دست داشته باشن افشا شده باشن به معنای واقعی و مجازات شده باشن. شما همین پرونده آقای مهدی هاشمی رو ببینید، اولا در دادگاه دربسته صورت میگیره. خود اینها اعلام کردن که ایشون در فتنه سال 88 جزء گردانندگان بوده. خود آقای مهدی هاشمی در مکالمه تلفنی که با یکی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب که الان در خارج از کشور هستن، در مورد مسائل مربوط و سیاست‌هایی که در اون دوره که ایشون در خارج از کشور بودن آقای مهدی هاشمی چگونه با مقامات آمریکایی تماس میگیرن و میخوان که مسئله تحریم ها رو در دولت آقای احمدی نژاد ادامه بدن تا دولت احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، چگونه در سازماندهی و تشویق برخی از روزنامه‌نگاران و مطبوعاتی‌های داخل و خارج کشور و محافل سیاسی حتی در خارج از کشور آقای مهدی هاشمی رفسنجانی سازماندهی میکرده اینا رو که در جریان سال 88 فعالیت بکنن و به قول خود آقای هاشمی ولی فقیه رو و جناح به اصطلاح مقابل اصولگراها رو تحت فشار قرار بدن. همه اینها ضبط شده است و هم شما خودتون شنیدید این مکالماتی که ضبط شد و توسط اون کاریکاتوریستی که الان در خارج از کشور هست پخش شد و در اختیار همه قرار گرفت. ولی وقتی ایشون وارد ایران شد بر اساس قرارداد این مصاحبه بر اساس قطعاً بر اساس روابط حسنه‌ای که مصاحبه کننده با آقای مهدی هاشمی در اون موقع داشته انجام شده، یعنی به نحوی بعدها گفته شد، حرفی که گفته شد و نقل شد این بود که مهدی هاشمی در زمان انجام مصاحبه ولی نعمت مصاحبه کننده بوده یا روابط دوستانه. دقیقاً واقعیت اینه که آقای هاشمی رفسنجانی در بین مهره‌های اصلی حکومت اسلامی ایران همیشه رو بخشای از روزنامه‌نگاران سرمایه گذاری کرده، همیشه بر روی بخشای از اپوزیسیون. حالا این بحث ما نیست ولی به هر حال منظور من توضیح دقیقاً کاملا درست شما اشاره فرمودید. ولی شما ببینید با همه این اشکالاتی که چه علاز سیاسی وجود داره، از اون طرف نقش آقای مهدی هاشمی در اون پرونده مشهور به کرسنت مال اون شرکت پترولیوم در امارات بود که اون قراردادی که بسته بودن گاز ایران رو به رایگان به تاراج داده بودن، ایشون با رشوه‌ای که در اون رابطه گرفته بود و بعد ما می‌بینیم که چگونه ماموران امنیتی میان اون آقای عباس یزدان‌فنا به عنوان یکی از دلالان واسطه این قرارداد رو در دبی می‌دزدن و می‌کشن و به اصطلاح جنازه‌اش رو بیرون می‌اندازن. همه این اتفاقات می‌افته، پا و دست آقای مهدی هاشمی هم درش هست، اما آب از آب تکون نمیخوره و ایشون در ایران دارن زندگی میکنن و در این حال همچنان در رقابت با جناح مقابل تلاش دارن میکنن که بتونن دوباره در به اصطلاح صنعت نفت ایران و تجارت نفت ایران نقش خودشون رو بازی بکنن. یا نمونه دیگر همین آقای زنگنه چندی پیش در یک مصاحبه مطرح میکنه در رابطه با آقای زنجانی و پولی که از طریق فروش نفت به جیب زده و اعلام میکنه ما نمیدونیم اصلا این پولا کجاست، ولی خود آقای زنگنه اعلام میکنه که این پول و این به اصطلاح سرقتی که منافع ملی کشور ما شده قطعا بدون حضور عوامل اصلی در درون ایران نمیتونسته صورت بگیره، ولی هیچ نامی مطرح نمیشه. ضمن اینکه خود آقای زنگنه در اون دوره که اون قرارداد بسته میشه برای به تاراج دادن گاز ایران به کشور اماراتی نقش داشته، جزء امضا کنندگان اون قرارداد بوده. از این نفت ایشون هم در همون زمان میشه. دقیقاً در دوره آقای خاتمی و ما میبینیم امروز در دوره آقای حتی احمدی نژاد و ما میبینیم که امروز ایشون باز وزیر نفتن، علارغم این افشاگری‌ها که میکنن باز عوامل به اصطلاح ارتکاب به این جرم و به این فساد معلوم نیست چه کسانی هستن و
و همچنان در کشور دارن زندگی میکنن و سوء استفاده خودشون انجام میدن. بله خب وزیر دادگستری وقتی آقای پور محمدی است که در کشتارهای دهه 60 نقش برجسته‌ای داشته و عملاً با داستان خودش انسان‌های بسیاری رو بنابر گزارش‌های مختلف به قتل رسونده، خب وزیر نفت هم باید آقای زنگنه باشه. این رو هم اضافه کنیم که در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی قتل‌های سیاسی بسیاری در داخل ایران از هم از زنجیره‌ای و بعدها قتل‌های سیاسی خارج از کشور انجام شد، بسیاری به قتل رسیدن، از دکتر شاپور بختیار، دکتر عبدالرحمن برومند، دکتر سیروس الهی عرض کنم و بسیاری دیگه، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگه، خلبان محمدی، تیمسار، اویسی، دکتر کاظم رجوی و ده ها نفر دیگه‌ای که سرهنگ با احمدی، همینطور من متاسفانه اسامی بسیار زیاد است در دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت آقای فلاحیان در دورهای مختلف به قتل رسیدند. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای حیدری، یک خبر من اینجا دارم. سرهنگ محمدی رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، سمت ها در جمهوری اسلامی ماشاءالله بسیار طولانی است، هم از این همه شده سمت این بابا، گفته یک نفر رو دستگیر کردن که خیلی جالب، این در نوع خودش کم نظیره. شما از یک طرف حکومت الله بر زمین، پایگاه مردمی بسیار زیاد، هر صبح بلند میشن مشت محکم به دهن این و اون ابرقدرت ها که دیگه به زانو در اومدن به گفته آقای خامنه ای و بقیه، و اما این حکومت بسیار قدرتمند رو ببینین چه کسانی تهدید کردن. یک جوان آمده و کامنتی گذاشته روی سایت خبری، یه خبری بوده، حالا جزئیاتش نگفته اینجا، کامنتی که گذاشته مثلا حالا گفته این خبر درسته غلطه، یه چیزی اضافه کرده پاید توی فیسبوکی جایی رفتن پلیس گفته متهم در ابتدا موضوع را انکار میکرد، اما پس از مواجهه با مستندات پلیس لب به اعتراف گشوده و به زه ارتکابی را پذیرفت. اونجا هم گفته در شهرستان ورامین یه بابا یه کامنتی گذاشته روی خبر، ارکان ولایت لرزیده. چرا؟ خدمتتون عرض کنم آقای چلنگی، در جایی که افرادی مثل ستار بهشتی در یک وبلاگ ساده میان درد دلهای خودشونو می نویسن، اینها کشته میشن، قاعدتا جمهوری اسلامی این گونه افراد رو بر نمیتابه، یعنی افرادی که به خصوص جوانایی که با فضای مجازی آشنا هم و در فیسبوک و در سایر مواردی که علم جدید وارد شدن، اینها رو به نوعی با تشکیلاتی که درست کرده تحت عنوان پلیس فتا و سایر نهادهای دیگه‌ای که در اختیار دارن کنترل میکنن و به نوعی میخوان زهر چشم بگیرن از مردم ایران و به خصوص جوانها و افرادی که در این زمینه فعالن که ما همه مسائل رو کنترل میکنیم. شما در کنار اخباری که واقعا باعث تاسفه، در واقع خبری بود که خود پزشک قانونی ایران مطرح کرده و خبرگزاری ایران منتقل کرد که در سال گذشته بیش از 4000 فرد در ایران خودکشی کردن، این نشون دهنده عمق فاجعه در داخل ایرانه که در واقع این رژیم نه به دنبال رفاه و آسایش مردم و در واقع به دنبال اینه که هر روز این جامعه رو محدود کنه. آقای اعتمادی، در همین مسئله ما حدود یک دقیقه وقت داریم. می‌بینیم مثلا محکومی در زندان هست، دوره محکومیت چی می‌گذرن، آقای ارجنگ داوودی بعد میان و حکم اعدام براش مقدمه‌شو یا مقدمه صدور حکم اعلام می‌کنه. ببینید، اعمال خشونت از طرف حکومت اسلامی نسبت به مخالفینشون یک مسئله تاریخی است، 36 سال ادامه داره پیدا می‌کنه. اما به نظر من در مواقعی که رژیم ایران متوجه میشه که جامعه داره رو التهاب میره و رو به تشنج ممکنه کشیده بشه، طبیعتاً این فشارها و این تهدیدها و خشونتها رو نسبت به منتقدین و مخالفین خودش شدت میبخشه. به گمان من
این شدت عملی که در طی این هفته ها و ماهای اخیر شروع شده، از جمله مسئله حکم جدیدی که برای اعدام آقای ارژنگ داوودی دادن، بیشتر در این رابطه است. سپاسگزار هستیم آقای اعتمادی عزیز، با سپاس بسیار از شما و همچنین سپاسگزار هستیم آقای محمد رضا حیدری گرامی. بار دیگه درگذشت خانم سیمین بهبهانی رو به خانواده گرامی او علی عزیز فرزند گرامی بانو سیمین بهبهانی تسلیت میگیم، به جامعه ادبیات ایران تسلیت میگیم، به همه ایرانیانی که خانم بهبهانی در شعر خود، شعر در شعر خیش تلاش داشت، خواسته و آرزوها و ایدئالها و رؤیاهای اونها رو مردم ایران رو بازتاب بده، که میدونم همه اونها سوگوار هستند در از دست دادن خانم سیمین بهبهانی گرامی. برنامه‌های ویژه‌ای در آینده درباره خانم سیمین بهبهانی قطعا خواهیم داشت، یادشون همواره گرامی خواهد. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز تفتان، البرز، سهند و سبلان، آسماری، الوند، کوهساران دراگ، زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.